سرخط مهمترین خبرها تاکید تیم مذاکره کننده افغانستان برای صلح بر طالبان، خواست اروپا، ناتو و آمریکا از طالبان، و در اخیر ملت افغانستان دوباره داغدار شد. با نام خدا و عرض سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تاکید تیم مذاکره کننده افغانستان بر صلح با طالبان. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از گروه طالبان خواست برای نجات این کشور راه صلح را در پیش گیرند. با گزارش رادیو دری، محمد معصوم استانکزی در حساب تویدرش نوشت توقع می رفت که طالبان در ماه مبارک رمضان و همچنین اعلام خروج نیروهای خارج از افغانستان راه صلح را با جدیت دنبال کند، اما خلاف توقع مردم به کشتار متوسل شده اند. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از گروه طالبان خواست درباره سال و آینده افغانستان مسئولان تر فکر کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده است که دور دوم مذاکرات قطر بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان همچنان در بن‌بست قرار دارد و سرنوشت نشست صلح استانبول نیز همچنان با ابهام روبرو است. با این حال در هفته های گذشته درگیری ها و حملات طالبان در افغانستان در ولایت های بغلان، غزنی، قندهار، هلمند و برخی دیگر از مناطق این کشور افزایش یافته است. همچنان این در حالی است که خواست اروپا، ناتو و آمریکا از طالبان، اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا از طالبان خواستند تا جنگ را قطع و از تعرضات خودداری نمایند. با گزارش سپوتنیک، نمایندگان خاص اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی از طالبان تقاضا نمودند که تعرض اعلام ناشده بهاری را متوقف و از حملات خودداری کنند. نمایندگان خاص اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا اظهار داشتند که خروج نیروهای بین الافغانی از افغانستان نباید بهانه برای طالبان به خاطر تعلیق روند صلح شود. قابل ذکر است که کشورهای آسیای میانه و آمریکا از گروه شورشی طالبان خواستند تا از عملیات‌های بهاری خود دست بردارند تا از کشتار و ادامه خشونت‌ها جلوگیری شود. در بیانیه آمده است که شرکت کنندگان از همه طرف‌های درگیری در افغانستان خواستند که برای جلوگیری از تلفات جدید و ایجاد یک فضای مناسب از سطح خشونت در کشور و طالبان برای جلوگیری از تلفات جدید برای جلوگیری از حملات بهاری استفاده نکنند و برای دستیابی به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره وارد گفتگو شوند. طرفین همچنین از همکاری مهم کشورهای آسیای میانه در ثبات منطقه و همکاری با افغانستان در زمینه‌های انرژی، اقتصاد، فرهنگی، تجاری، حقوق بشر و امنیت استقبال کردند. آنها توافق کردند که به توسعه همکاری‌های امنیتی بین ایالات متحده و کشورهای آسیای میانه به عنوان وسیله برای اطمینان از ثبات و امنیت منطقه‌ای و مقابل با تهدیدات فرامرزی ناشی از افغانستان ادامه دهند. همچنان این در حالی است که سلیم پویا در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: حیف جوانان ما، توران ملاخان فرمانده توله نیروهای ویژه در ولایت میدان وردک در اثر انفجار ماینی به شهادت رسید. همچنان این در حالی است که تولو نیوز جان باختن 7 عضو یک خانواده در اثر فرو ریختن یک خانه در کاپیسا. با گفته آقای مجددی، تمام جان باختگان عضو یک خانواده به شمول پدر و مادر و 5 کودک آنان بوده است. 7 عضو یک خانواده بامداد روز شنبه 18 سور در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. عبدالقدوس مجددی ولسوال نجراب با
تایید این خبر افزوده است که این حادثه در منطقه دره غوث هنگامی رخ داد که این خانواده از بارانهای شدید در یک اتاق پناه برده بودند. با گفته آقای مجددی، تمام جان باختگان از یک خانواده و به شمول پدر و مادر و 5 کودک آنان است. همچنان این در حالی است که کرونا در افغانستان، شناسایی 300 مبتلای جدید و فوت 10 نفر. پرسوده وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 300 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغلان، پکتیا، پروان، میدان وردک، بدخشان، لوگر، بادغیس، کنر، لغمان، ارزگان، غور، خوست، پکتیکا و سمنگان شناسایی شده است. با گزارش رادیو دری، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 300 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغلان، پکتیکا، پروان، میدان وردک، بدخشان، لوگر، بادغیس، کنر، لغمان، ارزگان، خوست، پکتیا، سمنگان شناسایی شده و باعث این ثبت تعداد موارد مثبت کرونا، شمار بیماران کرونا در افغانستان به 61,755 نفر افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته 10 نفر بر اثر بیماری در ولایت کابل، ننگرهار، خوست فوت کرده اند. شمار مجموعی فوتی های کرونا به 2,683 نفر افزایش یافته است. همچنان در شبانه روز گذشته 58 مریض کووید 19 در ولایت های کابل، قندهار، ننگرهار، بغلان، قندوز، پکتیا، لوگر، لغمان و نورستان بهبود یافته. شمار مجموعی بهبود یافتگان تا کنون به 53,750 نفر رسیده است. همچنان این در حالی است که سلیم پویا در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: گلبودین حکمتیار، از تمام کشورهایی که افغانستان را ویران و بر افغان ها راکت و بم پرتاب نمودند، در نشست استانبول باید غرامت خواسته شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. الله متعال حافظ و نگهدار شما باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم.